دامونه گلدریس تحلیلگر سیاسی از لاهه و ماست آقای گلدریس خیلی خوش آمدید عنوان نشست بازسازی اوکراین هست چقدر اونطور که از عنوانی نشست برمیاد میشه خوشبین بود به خاتمه جنگ و صلح در اوکراین و اینکه حالا زمان برنامه ریزی برای بازسازی است یا اینکه فکر میکنیم بیشتر یک لفاظی سیاسی است به کار بردن این عبارت برای کمک تسلیحاتی بیشتر به اوکراین بر شما و بینندگان عزیز خب مسئله بازسازی اوکراین هوشمندانه انتخاب شده به خاطر اینکه نشون دهنده نوعی از امید به آینده است آینده ای که در اون اوکراین نه فقط بر پای صلح بلکه بر پای بخشی از جامعه غرب عضو اتحادیه اروپا و غیره شناخته بشه و این چشمانداز در این مقطع لازمه به دو دلیل یکی اینکه کشورهای غربی به خصوص اروپا و امریکا به هر حال ما سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری در امریکا با کارزار انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهیم بود احتمال خیلی زیاد اوکراین نکته بسیار مهمی خواهد بود در این کارزار همچنین انتخابات هایی که در کشورهای اروپا وجود داره عضو اتحادیه اروپا وجود داره برای اینکه افکار عمومی رو باز هم زنده نگه بدارن و حساس نگه بدارن در خصوص مسئله اوکراین که یک مسئله بسیار مهمیه در یک نگاه کلانتر که برمیگرده به مسئله آینده نظم بین الملل آیا نظم بین المللی که در اون چین روسیه و کشورهای خیلی کوچکتر مثل ایران در اون بخوان در این رقابت صحنه رو از دست غرب به خصوص امریکا و اروپا بگیرند یا نه از این جهت این نشست نشستیه برای ترسیم اراده و حمایت کشورهای اروپایی و امریکا که پشت اوکراین ایستادن مردمانشون رو بیدار نگه بدارن حساس نگه بدارن و اهمیت حمایت اقتصادی، حمایت تسلیحاتی و حمایت سیاسی دیپلماتیک رسانه ای از اوکراین رو دوباره سرش سهه بگذارند واقعیت هم اینه که بعد از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین این روسیه هست که حداقل در نگاه بین الملل شکست خورده از نظر اقتصادی افول داشته از نظر نظامی نشون داده که اون چیزی که همه فکر میکردن به عنوان دومین ارتش بزرگ در دنیا در اون حد و اندازه نتونسته از خودش در جنگ با اوکراین به هایی برسه از این جهت این نشست دوباره سه گذاشتن و تاکید کردن بر حمایت غرب هست که بتونه در آینده در این تغییراتی که در نظم بین الملل هم انجام میشه نقش خودش رو پای خودش رو سفتر بکنه. دامون گلریس تحلیلگر سیاسی از لاهه خیلی مشکم از توضیحاتتون آقای گلریس.